سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم، در ساعت پیش رو از واشنگتن با شما عزیزان خواهیم بود. چون برنامه‌های پیشین در این شماره از تفسیر خبر مرور می‌کنیم و همراه میهمان برنامه بررسی و تحلیل می‌کنیم مهمترین خبرهای ایران رو در عرصه داخلی و نیز در عرصه منطقه‌ای و بین المللی، آنچرا که مربوط به ایران و مردم ایران می شود. مذاکرات اتمی در ژنو به کجا انجام می دهد؟ حکومت اسلامی ایران چه می خواهد در عرصه اتمی و در عرصه مذاکراتش با جامعه بین المللی در این زمین؟ آن سوتر سرمایه های ملی ایران آیا درست و به طور عادلانه توزیع می شود در ارتباط با سرمایه هایی که تحت کنترل آیت الله علی خامنه ای است؟ با میهمان برنامه گفتگو خواهیم کرد و آنچه را که در سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی می گذرد و خبرهای مهم دیگر. میهمان این برنامه تفسیر خبر آقای حسن دایی هستند. آقای حسن دایی تحلیلگر سیاسی که نیازی به معرفی بیشتری جز ذکر نام و دیدن تصویرشان ندارم. با من و شما خواهند بود در ساعت پیش رو تا لحظاتی. همانگونه که اشاره کردم، آقای حسن دایی مهمان این شماره تفسیر خبر هستند. آقای حسن دایی تحلیلگر سیاسی که به واسطه و بر اساس واقع بینی ایشون در تحلیل های سیاسیشون برای میلیون ها ایرانی چهره آشنا هستند و تحلیل های ایشون برای میلیون ها ایرانی ارزشمند، تحلیل هایی که متکی بر آمار، اسناد، ارقام و دقت و موشکافی تحلیلگری واقع بینان است. آقای حسن دایی در زمینه دیگر نیز فعالیت داشته و دارند و آن رو در روی و مبارزه با لابی یا کارگزاران جمهوری اسلامی است در واشنگتن. در این مسیر، در مسیر مصالح ملی، تا کنون آقای حسن دایی توانسته در این زمینه مبارزه با لابی یا کارگزاران جمهوری اسلامی موفقیت هایی به دست بیاره که در رسانه های بین المللی نیز بازتاب یافته. خوشحالیم که میهمان این برنامه من و شما هستن. به اتفاق شما خوش آمد میگیم به آقای حسن دایی. سلام آقای چالنگی عزیز، درود به همه هموطنان شما. فکر کنم خیلی لطف کردید در حق من، خیلی ممنونم. برشاید امیدوارم که درست باشه. به هر حال گوشه ای از واقعیت ها رو ما گفتیم، نه به از کنم خدمتون بسیاری بر این اذعان دارم. آقای حسن دایی عزیز، اساسا ببینید مذاکرات ژنو پیامدهای خودش رو داشت و همچنان هم داره. پرسش اینه که مجموعه برنامه اتمی جمهوری اسلامی واقعا مصالح و منافع ملی ایران و مردم ایران رو دنبال کرده و میکنه؟ این بالای 170 میلیارد دلاری که گفته میشه هزینه این برنامه ها شده در جهت مصالح ملی مردم بوده یا خیر؟ و اختلافاتی که در این زمینه میونه حتی گردانندگان حکومت اسلامی ایران هم وجود داره، اینها ناشی از چی؟ بله، عرض کنم که جناب چالنگی، در جریان مذاکرات ژنو و چند در هفته گذشته خیلی جالب بود که ما دیدیم در دنیا در رسانه‌های غربی صدها و شاید هزاران
مقاله، کنفرانس های متعدد، مصاحبه ها در مورد اینکه این معامله خوبه یا بده، کجاش خوبه برای منافع هر کشوری. ببینیم چقدر راجع بهش بحث میشه، حتی راجع به برنامه هسته جمهوری اسلامی. برگردیم به فضای رسانه‌ای کشور خودمون، گروه های خارج کشور، به ندرت ما میتونیم مطلبی در مورد برنامه هسته‌ای، ماهیت برنامه هسته‌ای و اصولا اینکه این به اصطلاح مذاکرات ژنو و معاملات مطرح شده اینها به نفع مردم یا نه، در داخل کشور قابل درکه، به خاطر اینکه از سال 1382 تا کنون طبق دستور شورای عالی امنیت ملی حکومت یک سانسوره، کسی اجازه صحبت نداره، گهگاه یک آدم های میان و اعتراضاتی میکنن ولی هیچ کس از ماهیت این برنامه هسته‌ای اطلاع نداره. در خارج کشور متاسفانه از اونجایی که فضای رسانه‌ای به طور کلی بیشتر در اختیار اصلاح طلبان حکومتیه، خب اونا صلاح نمیدونن در مورد این مسئله صحبت کنن. همونطور که میبینیم در مورد مثلا دخالت حکومت ایران در منطقه در تروریسم هیچ وقت صحبت نمیکنن، هیچ گوشه از این حقایق رو نمیگن. در مورد جنایات حکومت هم در این 30 سال گذشته با اینکه خودشون تو حکومت بودن هیچی نمیگن، مثل که اینا تابوهایی که نباید شکسته بشه. اما طبیعتا درست میفهمید وظیفه ما جناب چالنگی اینه که بیام اول از این زاویه نگاه کنیم که اصلا این برنامه هستی به چه درد این مملکت میخوره. داشتم چند روز پیش نگاه میکردم، آقای فدایی، دکتر فدایی، رئیس سازمان مثلا انرژی خورشیدی یا انرژی های باز تولید شونده داشت صحبت میکرد، میگه که اگر ما در یکی از این کویرهای خودمون به فکر کنم 100 کیلومتر مربع سلول های خورشیدی بگذاریم، تمام برق ایران رو تامین میکنه. در کشورمون ما 2.5 برابر آلمان میزان دریافت انرژی خورشیدیمون 2.5 برابر آلمانه. آلمان میدونه که تا 10 سال یا 15 سال دیگه تمام تاسیسات تاسیسش رو تعطیل خواهد کرد. الان به اندازه 22 نیروگاه اتمی به اندازه اون مساوی اون داره از خورشید انرژی خورشیدی برق میگیره. در کشور ما هیچ سرمایه گذاری نشده، تمام مملکت رو از بین بردن. به خاطر چی؟ اسمش رو گذاشتن انرژی صلح‌آمیز. دعوا سر چیه جناب چالنگی توی ژنو؟ سر غنی‌سازی. غنی‌سازی، اولا غنی‌سازی که مساوی انرژی هسته‌ای نیست، غنی‌سازی یعنی تولید سوخت. مثل که شما بگی آقا همه ممالک باید اتومبیل داشته باشن، میگیم بسیار خوب، بعد شما فقط رفتید بنزین تولید میکنی، میگیم آقا اتومبیلت کو؟ آخه حمل و نقل که همه حق و حقوق همه جهانیان باید از حق و حقوق حمل و نقل برابر باشن به معنای تولید بنزین نیستش که. جمهوری اسلامی تمام برنامه هسته‌ایش تولید سوخته، نه تولید برق. یه نیروگاه در بوشهر داره که اونو روسا ساختن، سوختش هم میدن. بقیه شما از معادن اورانیوم بگیرید تا اصفهان و کیک زرد و یو اف 6 و نمیدونم فلان و غنی سازی فوردو و نتنز و غیره، اینا فقط تهیه سوخته، کجا میخواد اینو استفاده کنن؟ اینا که همه دنیا میدونه تمام دعوا و خط قرمز و اینا سر غنی سازیه. غنی سازی سوختن برای بمب میخوان، این در این تردید نیست. اگه کسی تصور میکنه که حکومت ایران از میان صدها مشکل بنیادینی که کشور ما داره همه رو رها کرده، همه رو داره به باد میده مملکت و تحریما رو به جان خریده که میخواد برق تامین بکنه، مملکتی که رو ذخیره طبق برآورد آخر بریتیش پترولیوم که معتبرترینه از نظر نفتی در دنیای نفت، جمهوری الان کشور ما از نظر منابع گاز در جهان اول شده امسال، از روسیه و همه جلو زده، در نفت چهارمین. دوتاری که با هم جمع بزنی برآورد اینه که نزدیک به 150 سال انرژی مملکت هم برای مصرف هم برای صادرات وجود داره، داره اینا رو به باد میده. فقط در پارس جنوبی به اعتقاد خودشون به خاطر اینکه بهره برداری نمی کنن سالی 35 میلیارد دلار دارن ضربه میزنن به مملکت، بعد اینا دنبال برقن، تامین برقن. برای من این تمام داستان جناب چالنگی اینه که باید به مردم ایران گفت آقا این چانه زدین های ژنو و غیره اینا برای مردم ایران نیست، برای اینکه بمب میخوان، برای اینکه باید بمب بسازن، دارن دنبال این دعوا سر اینه. حالا یه عده اومدن اصلا شگفت‌آور جناب چالنگی،
و هم دارن نامه نوشتن، نمیم 600 نفر 500 نفر، ما از طیف وسیعی از جامعه مدنی ایران در خارج و داخل نامه نوشتن به رئیس جمهور فرانسه اعتراض که شعر شما مثلا جلوی معامله رو 2 هفته پیش گرفتید. اصلا شما میدونید معامله چیه؟ آقای ژان کری در دیداری که با سناتورهای آمریکا داشت نگفت معامله مفادش چیه. اینا تو داخل خبر دارن. ببینید در کجا قرار داریم. بنابراین اولین مسئله جناب چالنگی گفتن حقیقت به مردم ایران درباره ماهیت ضد ایرانی و ضد ملی این برنامه هستیه. همینجا یک پرانتز من باز کنم و پیش از اینکه این بحث رو ادامه بدیم، آقای دایی، گفتن حقیقت به مردم ایران هست و جامعه جهانی و رسانه‌های بین المللی، لابی یا کارگزاران حکومت در خارج از ایران به خصوص در آمریکا، آیا واقعیت امور رو به آمریکایی‌ها و سناتورها، دولت آمریکا، هر که هست، هر جا که هست، منتقل می‌کنن یا نه؟ اونها منطبق کاملاً با آنچه که جمهوری اسلامی می‌خواد تصویر کنه، برخلاف ظاهرشون که مثل بنده و جناب علی احتمالاً کت شلواری و کرواتی نیست دارن و خیلی هم شیک در واشنگتن می‌گردن با لباس‌های گرون‌تر از بنده و شما. بفهم. عرض کنم که تا اونجایی که من تعقیب کردم تو این 7-8 سالی که به طور دقیق این کار اینا رو دنبال میکنم، یه سری اینها تاکینگ پوینت دارن به قول خودشون، یعنی چونم یه سری انشا نوشتن، حالا در وزارت خارجه جمهوری اسلامی نوشته شده یا در وزارت اطلاعات، من خبر ندارم. یه سری انشا هست در مورد موضوعات مختلف، مثلا در مورد موضوع هسته‌ای، وضعیت زنان، جمهوری اسلامی، اهل صلح و دوستی در جهانه، اینا رو تهیه کردن به زبان‌های مختلف، هر کدوم از اینا میان تو رسانه‌ها میگن. مثلا شما دیدی حالا ظریف، جالبه که جواد ظریف اومده همونا رو، همون انشاها رو دیگه رو راست داره میگه، یعنی تا الان اونا میگفتن حالا این میگه. مثلا به زنان که میرسه، حقوق زنان، تعداد زنان دانشجو در ایران 60% از مردا بیشتره، یه حرف ما نسبت به کشورهای همسایه خیلی حقوقمون بیشتره. یه چیزایی مثلا در مورد ایران، ایران در 200 سال یا نمیدونم 250 سال، نمیدونم حالا از کجا شروع کردن، از زمان شاه عباس شروع میکنن، از زمان فتحعلی‌شاه شروع میکنن، از کجا شروع میکنن من نمیدونم، در 200 سال گذشته ایران به هیچ کشوری حمله نکرده، ایران همواره دنبال حق و حقوق خودش بوده. از این حرفای صد مدد هم صد مدد در قرار معاهده NPT درد شده که ایران باید غنی‌سازی داشته باشه، بنابراین ایران دنبال حق و حقوقشه، این اسرائیل که 200 بمب داره ما که هیچی نداریم، چرا یقه اون رو نمیگیره. اینا حرفایی که انشاهایی که نوشتن میگن. حالا از چه اهرامی استفاده کردن؟ یعنی اینا مثل بیمار سرطانی که وارد بدن میشه میگن مثل که سوار میشه روی سلول میره توی به قسمتی، بالاخره یه کلیدی دارن اینا. اون چی میگن متحدین اصلی اینا کیا بودن؟ متحدین اصلی اینا حالا سوای کمپانی های بزرگ نفتی، یه گزارشی فکر کنم اینجا داشته باشم اشمار. یه گزارش جالب و خوبی این اسکایپ اینه که آدم وقتی که داره صحبت میکنه میتونه قشنگ همه چیز ببینه. این خیلی جالبه، یه دونه میتینگ بوده، یه دونه نشست گذاشتن مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری، یعنی مال خود دفتر روحانیه، و اینو بعد از سفر روحانی یک نشستی گذاشتن به عنوان نشست تخصصی بررسی تحلیلی سفر هیئت دیپلماتیک ایران به نیویورک. یعنی وقتی روحانی رفت اونجا برگشت اینا رو جمع کردن. الان من توی این عکس‌ها می‌بینم 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 نفر از کارشناسان معروفشون اومدن. الهه هلاکویی، فؤاد ایزدی، عباس عبدی، نهاوندیان، رئیس دفتر خودش، همه اینا بودن که سفر رو بررسی کنن. این تو خیلی جالبه. در مورد لابی فرمودید، نکته جالبی که میگه اینه که میگه که اصطلاح لابی ایرانی، چون حسن روحانی گفته بود ما باید لابی ایرانی رو در آمریکا تقویت کنیم، میگه اصطلاح این نظر اون نشست تخصصی که دارن به رئیس جمهور نظر میدن، میگن اصطلاح لابی ایرانی که دکتر روحانی به کار بردن اصلاح شود. درست نیست. ما به لابی ایرانی احتیاج نداریم، بلکه لابی ایران نیاز داریم. یعنی به جای اینکه ایرانی ها در آن باشند، بهتر از خارجی ها باشند. یعنی خودشون میدونن ایرانی ها وارد این بازی ها نمیشن. بعد صحبت از کی کرده؟ صحبت از گروه های ضد جنگ کرده در آمریکا. گفته اینا متحدین اصلی ما، و در ضمن یک رکن مهم لابی برای ایران شرکت های نفتی آمریکایی هستند.
دیگه از این فکر نمیکنم روشنتر بشه گفت. خب ولی متحد اصلیشون کمپانی نفتی هم، کمپانی نفتی هم که نمیان در خیابان های واشنگتن تظاهرات بزنن به نفع جمهوری اسلامی، اینجوری کار نمیکنن که. اینا میان ده ها مؤسسه تحقیقی و نام رسانه اینا تحت نفوذ اینا، مثلا میگن آقا تیتو پارسی 50 بار بیارید رادیو تلویزیون ببینید دیگه. الان از تو این دو ماه گذشته از سی ان ان و ام پی آر همه مرتب ایشون این آدما رو دارن میارن، هومن مهش، تیتو پارسی، ولی نس، تمام این آدما. یکی از راهاشه. دومش هم این گروه های متاسفانه که اسم خودشون چپ گذاشتن یا ضد جنگ. ما دیشب با یکی صحبت میکردیم طولانی شد، من این نکته رو اضافه کنم، فرمودید به کیا تکیه میکنه. واقعا اصلا آدم تعجب میکنه جناب چالنگی. من سالها اروپا زندگی کردم، حتما شما اینو شنیدید، این آلمان یه سری نیروگاه هسته‌ای داره که داره همه رو جمع میکنه. این پسمانده های این نیروگاه ها رو هر وقت میخواستن از نیروگاه های هسته‌ای ببرن مثلا به هلند یا یه جای دیگه، ارتش آلمان بعد دخالت میکرد، تمام این ریل راهن رو محاصره میکردن که یه واگن یا دو واگن میخواست از این پسمانده ها بره، چون این گروه های به اصطلاح سبز یا محیط زیستی، گروه های چپ میومدن جلوی قطار میخوابیدن، خیابونا رو میبستن، اعتراض که آقا ما نمیخوان. همین آدم ها، همین حزب سبز آلمان، همین آدم هایی که جلو ریل میخوابن به برنامه اصلی جمهوری اسلامی میرسه، میشن مدافع برنامه اصلی. چرا اسرائیل داره ایران نداره؟ چرا به ایران زور میگیر؟ ایران دنبال انرژی هسته‌ایه. یعنی اصلا شگفت‌آوره که از دشمنی با آمریکا یا با چه نام اسرائیل مدافع یه حکومتی میشن. دیروز داشتم بعد نگاه میکردم در مورد برنامه هسته‌ای، دارم یک سایت درست میکنم، انستیتوی صلح آمریکا، انستیتوی صلح آمریکا که دست به اصطلاح خیلی از این گروه های چپ و آدمای جمهوری اسلامی، گاه شمار برنامه هسته‌ای رو ایران نوشته. خب اینا امدادهای غیبی هست لابد آقای دایی. بله نه خیر، نه اتفاقا میگم از کجا اومده امدادش. تمام این گاه شمار رو اگه وزارت خارجه جمهوری اسلامی مینوشت بهتر از این نمینوشت، به نفع جمهوری اسلامی. اصلا بعضی جاها رسما دروغ گفته. حالا رفتم ببینم که تا همین پارسال رئیس انستیتوی صلح آمریکا با پول بودجه کنگره آمریکا میشه، در ضمن ایشون رئیس بزرگترین کمپانی مشاوره یا لابی برای کمپانی نفتی دنیاست. ببین اینا اتفاقی که نیست، اینا عمل میکنن، اینا فعالیت میکنن، رسانه ها دستشونه و متاسفانه خط و خطوط جمهوری اسلامی رو پیش میبره. خب در خود داخل چی آقای دایی؟ ببینید خیلی ها معتقد هستن که این اختلافات در حکومت اسلامی ایران، جمهوری اسلامی، حکومت ولایت فقیه، این اختلافات درونی پیش از اون که مثل شوروی سابق جنبه اعتقادی داشته باشه، درست یا غلط، جنبه اختلافات مالی داره. یعنی معتقد هستن که حتی اختلاف نظرهاشون در مورد برنامه اتمی اگر هست و زمینه های دیگه، یعنی یه عده معتقد هستن یا روابط با آمریکا یا هر چه که هست در مورد سیاست خارجی، با معاملات با غرب، معاملات سیاسی، اونجا هم مسئله مالی هست، مسئله عقیدتی نیست. پیش از اون که قطعا به گفته بسیاری اونطور که نشون داده مصالح ملی نیست یا استنباط های مختلف، بیشتر جنبه مالی و اون چه که به زبان بسیاری گروه های مافیایی خونده میشن. آیا این هم واقعیت داره یا خیر؟ اگر من خودم شخصا بارها این سوال از خودم کردم، اگه ما بخوام بگیم مسائل عقیدتی یا مثلا برداشتشون از نوعی که اسلام چی میگه یا مسائل ایدئولوژیک یا فکری، فکر نمیکنم. مثلا برای خودم این سوالی که واقعا خامنه ای، رفسنجانی اینا اصلا به چیزی اعتقاد دارن؟ چون این میزان از آدم کشی و جنایت و دروغگویی، برید توی مرکز عبادت یهودیان بمب بگذاری 85 تا زن و بچه رو بکشی، اصلا این به عقیده و اینا ربط نداره. اینها من نمیدونم، فکر نمیکنم عقیده باشه. اگه منظور برداشت سیاسی در مورد چگونگی حفظ نظام، بله من فکر کنم که این اختلافات اینا دو تا دلیل عمده داره. دلیل اصلیش همین اختلافات مافیا هاست که بالاخره کی سر حکومت بشه. ببینید یه مملکتی که ذخیره اول نفت و گاز جهانه، صحبت از یک قرون و دو قرون نیست، صحبت از میلیارد هاست. شما ببینید یه بابک زنجانی الان صحبتش دارم میکنن 3 میلیارد و نیم، 7 میلیارد، آخه اینا میدید اینا پولای نیست،
اینا چند تا مگه ما میلیارد داریم در جهان؟ در یک کشوری که مردم گرسنگی میبینن پر شده اینا. الان تو بلاروس و نمیدونم تو ونزوئلا و اینا این نوکیسه ها و با پول های هنگفت. خب اینا مافیان، اینا یه سری مافیان ها. اما از اونجایی که بالاخره این مافیا باید به چپاول خوش ادامه بده، این جناها بیمه اینه دارن که حکومت سقوط بکنه. دعواشون سر اینه که چه مسیر رو بدیم نظام سقوط نکنه، یعنی هم حفظ منافع خودشونه و هم حفظ نظام. سر این دوتا روش های حفظ نظام با هم اختلاف پیدا میکنم. مثلا سر برنامه هسته‌ای خامنه ای هدفش این بود که بدون ماشین، بدون دنده ترمز میبخشید مثل زمان احمد نژاد، خب به بنبست خورده سر تحریما. یه عده توشون مثل رفسنجانی، من فکر کنم به دو دسته بخوام تقسیم کنیم، یکی طرفداران خامنه ای هستن، جناح خامنه ای هستن که در سیاست های منطقه‌ای هستی و غیره کماکان معتقد به ماشین بدون دنده و ترمز یا به طور مقطعی مثلا یه نرمش قهرمانانه بکنن. اما جناح دیگه به ریاست رفسنجانی و کسای دیگه هم زیرش قرار میگیرن مثل اصلاح طلبان حکومت و غیره، اعتقاد به تعدیل دارن، نه تعطیل، تعدیل سیاست های منطقه‌ای، بازنگری در روابط با سوریه و حضور در سوریه، در لبنان و حتی مسئله هستیر. من فکر کنم معتقدن بخششون که ما میتونیم به حد اقل برسونیم، یعنی روحانی و ظریف و رفسنجانی، به حد اقل یعنی غنی سازی در حد اقل حفظ کنیم که توان تولید سلاح هستی بمونه تا این طوفان از سر بگذره. حالا بعد ببینیم کدوم دست بالا رو پیدا میکنه. این دست بالا پیدا کردن هم بستگی به ده ها فاکتور داره، داخل کشور، خارج کشور، شرایط منطقه. آقای دایی، ببینید آقای ظریف در آغاز مذاکرات ژنو یک نکته رو اشاره کرد در گفتگو با خبرنگار، گفتش که من به و در خود مذاکراتم اینو اشاره کرد که من به نمایندگی ملت ایران اومدم به ژنو و میخوام مسئله حل کنم. نماینده ولی فقیه و در مواردی در سپاه پاسداران و بسیار دیگه از کارگزاران جمهوری اسلامی یا دست کم چند تن از کارگزاران عمدهش بارها گفتن که ایران کشور شیعه است و این کشور امام زمان، یعنی عملا اهل سنت رو در اونجا کنار گذاشتن، از شهروندی ایران حکومت به اصطلاح خارج گذاشتن. از این مسئله گذشته، همزمان با حضور آقای ظریف ما میبینیم 6 کرد ایرانی در معرض اعدام هستند، ایرانیان عرب تبار در اهواز، ایرانی عرب تبار در اونجا در زندان در معرض اعدام هستند و بسیاری دیگه. نه محاکمه عادلانه، نه محاکمه علنی، نه وجود عرض کنم وکیل، نه نه، و بسیاری دیگه که در زندان ها هستند. آقای ظریف وقتی که میگه من نماینده ملت ایران هستم، در ژنوی که مرکز حقوق بشر سازمان ملل متحد هم هست، چرا این مسائل و این موضوعات که بسیار بسیار مهم هست و هر 6 کشور دست کم 5 کشورش منهای چین حقوق بشر جزء مسائل سیاست خارجیشون بود، توجهی به این موارد نمیشه در اینجا؟ نماینده این افراد هم هست آقای ظریف. عرض کنم که خب وقتی که رهبر این نظام خودشو نماینده خدا میدونه دیگه، حالا جواد ظریف خودشو نماینده مردم میدونه، یکم شکست نفسی کرده. یکی از اون انشاهایی که مرتب دیدم میخونن تو رسانه ها و هم اصلاح طلب ها و هم مردم ایران در انتخابات شرکت کردن، رأی به روحانی دادن، به روحانی مردم ایران با رأی به روحانی نشون دادن که اهل صلح و سازش با دنیا. اولا مردم ایران همیشه اهل صلح و سازش با دنیا، نه این دفعه. دوم اینکه انتخابات نبوده، انتخابات فرمایشی بوده، 4 تا آدم این حکومت میذارین جلوی هم دیگه، مردم مجبور میکنین رأی بدین، که این توهین به شعور مردم ایران و جهانه که اسم اینو انتخابات بذارید. 3 سال جنایت کردید، مردم مجبور میکنید میگی بین این دزد و اون جانی یکی رو انتخاب کن. بعد خودتون هم آمارسازی میکنید و هورا میکشید 72%، 73%. این دیگه تموم شد، دیگه جای بحث هم نداره. ظریف و روحانی شدن نماینده ملت. اما راجع به این که در مورد اهل سنت یا در مورد دیگران، ببینید تبعیض در این مملکت لایه لایه است. یه تبعیض کلی وجود داره که الهی کل ملته. ملت غریبه
خود این مافیاها و چهار تا بسیجی دورشون مملکت مال ایناست، به بقیه یه نون بخورنمیری پرتاب میکنن تا بمیرن آخرتر. میبینید که نه دارو هست نه هوا، یه بارون میاد 1000 نفر بعد برن بیمارستان از آلودگی هوا. تو عراق تو آب آشامیدنی نیست، یعنی هیچی برای مردم، اصلا این تبعیض کلیه، هیچی برای مردم حق و حقوق قائل نیستن که، این در کلش. بعد لایه لایه میاد جلو، بعد مثلا به زنان، دیدید که توی آخرین آماری که در مورد شکاف جنسیتی در جهان منتشر شد از طرف فروم جهانی، فروم اقتصاد جهانی، از 135 کشور جمهوری اسلامی شده 130، یعنی 5 تا کشور فکر کنم یک دو تاش تو آفریقا بود و اینا، یعنی اگه قبایل آدمخور آفریقا رو هم اضافه میکردن احتمالا مثلا ایران یکم رتبهش میمد بالا. ببینید این در مورد زنا، بعد مثل به اقلیت های قومی، اون که هیچ، رفتاری که با کرد و بلوچ اینا میکنن که هیچ. بعد میرسیم به اصطلاح اقلیت های مذهبی. جناب چالنگی شما نمیدونید تو این سال ها، تو این 7-8-10 سال همین لابی های این حکومت، آدم های حکومت در مورد رفتار درست و خوب این حکومت با اقلیت مذهبی چه ها گفتن اینجا. شما باورتون نمیشه، گروه های صلح طلب میرفتن ایران میومدن، آقا ما رفتیم بازدید کردیم یهودی ها مسیحی ها کی کی کی، اصلا در دنیا بی نظیره وضعشون، حرفایی که میزنن شوکه‌آوره. یعنی الان گفتن به دنیا که آقا اینها دارن ظلم میکنن به اهل سنت باعث تعجب عده ممکنه بشه، از بس دروغ گفته شده. بنابراین ظریف نماینده هیچ که نیست، چرا نماینده یه حکومتیه که 35 سال در حق مردم جنایت کردن، خاک مملکت رو تو توبره کردن، سرمایه های مملکت هم بین بردن، حالا طلبکار این ملت هم هستن. به اینها میگن نمایندگان دنیای وقاحت و جنایت، این چیزی دیگر غیر از این. بذارید اون خوش نماینده خدا بدونه، اینا نماینده ملت در واقعیت تغییر نخواهد داد. آقای دایی ببینید، آماری منتشر شده بود از طرف، یعنی از طرف نبود، خود خبرگزاری رویترز منتشر کرده بود این آمار رو درباره مجموعه دارایی‌هایی که زیر نگین و دست آیت الله خامنه ای هست، بالای 95 میلیارد دلار. خب خیلی انتقاد کردن که چنین و چنان هست، ایشون نباید چنین سرمایه رو داشته باشه. این انتقاد بسیاری بود در این مدتی که شنیدیم، اما توجیه برخی از کارگزاران و حکومت این بود که به هر حال ایشون هم ولی فقیه، هم رهبری مذهبی داره و هم رهبری سیاسی و تا یه سنوات هم خمس و زکاتی تحویل گرفته میشد و هرچه که بود و الان در ابعاد وسیع‌تری است، یعنی کار خلافی نیست. خلاصه این دارایی ها که زیر سلطه ایشون هست، تحلیل و تفسیر شما رو، یعنی اشکال کار کجاست که یک حکومت اسلامی است رهبریش دست ولی فقیه، مثل خلفای تمام دوران حکومت های اسلامی، خب کیسه های زر و سیم هست در خزینه، اشکالش کجاست؟ در دستگاه حکومت اشکال نداره، این دستگاه حکومت باید مثل هارون رشید بشه، یه یا علی دیگه بگن احتمالا میرسن. یه سالها پیش یک نفر من گفتش که آقا، یعنی خامنه ای به شیوه قدیم گفت یه دوشکی خیلی کلوفتی داره، اکثر آقا رو اون نشسته دوشکچه، از یه دوچرخه دست میکنه چک در میاره مینویسه بین اون میده، یعنی بیت المال مثل هم هارون رشید دیگه، فقط کم مونده که مثلا جلو خود هارون رشید بیان گردن بزنن این کارا بکنن که حالا تو زندان میکنن یا تو خیابون و میدون انجام میدن. ببینید در دستگاه حکومت همینه، این مافیاهای این حکومت همینن. و ولی خوبی این گزارش این بود که نشون داد که ولی فقیه دم و دستگاه ولی فقیه که سوا این که میدونید کلی تو این سالها زحمت کشیده، ائمه ستاد جمعه نمیدونم حوزه ها رو در اختیار گرفته، بسیج زیر دستشه، ده ها هزار نفر چجوری سازماندهی میکنن، اصلا یه سیستم عجیب و غریب سرکوب و فریب مردم اینا درست کردن که صد لایه است، یعنی اصلا بی نظیره در جهان. یعنی اینا استعدادی که در پیشبرد قاچاق مواد هسته‌ای، خریدش از این قاچاقچی و اون قاچاقچی، راه اندازی تاسیسات هسته‌ای موشکی و سیستم سرکوب در این دو زمینه و بعد تروریست در خارج کشور، این استعداد و اندکی اگه در
جهت مصالح مردم ایران و آبادانی کشور به کار برده بودن با انرژی هایی که در کشور هست، مسلما ایران یک کشور بسیار پیشرفته بود. ولی میبینید که 90 و چند میلیارد آقا در اختیارش داره، یک مافیای واقعی و معلومه که کسی حریف این نیست اصلا. چه وقت این، حالا سوال اینجاست با کدام منطقی میشه تصور کرد یه همچه آدمی که اون بالا نشسته با 95 میلیارد یه سیستم سرکوبی مثل بسیج و سپاه در اختیارشه، یه سیستم تحمیق و فریب مردم مثل ده ها هزار آخوند در اختیارشه، این میاد با 4 تا نصیحت و نامه اصلاح طلبان حکومتی میاد به حقوق مردم برسه؟ این واقعا باید تحت فشار قرار بگیره و تا به حکومت عدسش گرفته بشه. فشار چه فشاری؟ داخلی خارجی؟ چون خیلی معتقد هستن فشار خارجی باید بیشتر بشه. منظور شما دقیقا از چه نوع فشار؟ خب فشار، خب در حقیقت باید همش، الان ما در یه دنیای زندگی میکنیم که نمیشه از هم جدا کرد. شما الان به سوریه رو نگاه بکنیم. سوریه الان 2 سال نمیدونم 100 و چند هزار نفر کشته، یعنی جنایت عظیمه. حالا سوا این که حالا مدتی در گروه های مخالف یه مش آدم خور و قاتل هم اضافه شدن، این چیزی از جنایت بشر است که کم نمیکنه. اتفاقا یکی از دلیلی که این گروه ها پیدا شدن، اشکالش از دنیای جهان بین المللی که نشستن نگاه کردن، هی کش 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 نگاه کردن. یه بخشش خب آمریکا بود که واقعا من نمیدونم چه قضاوتی تاریخ در مورد آقای اوباما خواهد کرد، فکر نمی کنم قضاوت خوبی باشه، برای اینکه نشستن نگاه کردن. آقای خاویر سولانا مسئول به اصطلاح سیاست خارجی اروپا که با ایران مذاکره میکرد چندی پیش گفت دلیل اصلی بیعملی اوباما در سوریه این بود که فکر میکرد سر برنامه هسته جمهوری اسلامی کنار بیاد بماند. حالا من سوریه رو کاری ندارم، ولی شما نگاه کنید این بیعملی جامعه بین‌المللی چقدر دست این جانی رو باز گذاشت. و بعد این معامله‌ای که سر شیمیایی کردن الان مشروعیت هم داده، چون بشار اسد الان شده شریک و همکار غرب که این سلاح شیمی رو بهم ببریم. اصلا دیگه تو این تلویزیون ها و رسانه ها شما خبر کشتار مردم سوریه رو نمیشنوید. تمام شد، معامله شد. هم اتفاقا یکی از اهداف جمهوری اسلامی از معامله هسته‌ای نه حل مشکله، حتی با اینکه تحریم ها و اینها بسیار جدی هن. فشار میارن به جمهوری اسلامی، ولی امتیاز سیاسیش برای جمهوری اسلامی خیلی مهمه. دوست داره وارد سازش که شد، پروسه سازش شد، حالا ممکنه تش سر یه سال دو سال هیچی در نیاد، ولی وقتی شما وارد این پروسه سازش میشید دنیا به چشم شریک به شما نگاه میکنه. سال 2003 اینا دست وقتی که خیلی بهشون فشار اومد، برنامه هستیشون رو شد، همین مذاکرات بیفایده سوا این که تونستن مخفیانه برنامه هستیشون پیش ببرن، فایده مهمش براشون همین بود، شدن دوست و همکار اروپا. هی برو بیشین با هم لبخند بزن، اون موقع جک استرا و نمیدونم اینها بودن. بنابراین خیلی مهمه. شما ببینید 4 سال پیش مردم تو خیابونا داشتن کشته می شدن. اون موقع یادم در خدمتتون بودیم تلویزیون صدا آمریکا. یادتونه که جناب چلنگی داستان اوباما یا با اونا یا با ما بود؟ خب اگه می اومد دنیا جدیت نشون میداد بهش که بره بشینه ژنو با جلیلی و نم کیو کی بشینن مذاکرات بیهوده رو انجام بدن، حمایت میکردن مردم. من نمیگم لشکر کشی کنن، اصلا تا صحبت از حمایت میشه میگن او اینا میخوان ایران رو بکنن مثل لیبی، میخوان حمله نظامی کنن. این حرفا دروغایی، همون انشاهایی که لابی های جمهوری اسلامی میگن، ولی واقعش تاثیر داره. و مردم ایران مسلما وقتی که مردم ایران ببینن جامعه بین المللی ایستاده در مقابل این حکومت، مطمئن باشید در مبارزه خودشون جدیتر خواهند شد. ولی طبیعتا حرف آخر رو مردم خواهند زد. من تردید ندارم بساط این حکومت رو مردم ایران جمع خواهند کرد. در یه همون ضرور اثر معروف کوچه و بازار که کس نخورد پشتتون. بله متاسفانه اینه. بله. خب آقای دایی عزیز، شما گفتین راجع به سازش، به هر حال حکومت ایران هم اینطور که اشاره کردین سازش درباره برنامه اتمی امتیازات خواهد گرفت، اما گذشته نشون میده مثل صدام حسین یا معمر قذافی هم داوطلبانه سازش کردن، اون چیزی که در مورد سلاح هسته‌ای داشتن تحویل دادن، سرانجام خوبی پیدا نکردن. آیا فکر نمی‌کنید این نگران کنه جمهوری اسلامی رو که به سرنوشت اونها دچار بشه؟ داستان صدام با لیبی فرق می‌کنه به اعتقاد من.
لیبی در سال 2003، چون اینا داستان خیلی طولانی داره و جالبه که چطور همین سیاست مماشات باعث شد که هم پاکستان به بمب اتم دست پیدا کرد و هم همون عبدالقادر خان تحت همون فضای مماشات تونست هم به جمهوری اسلامی، هم به کره شمالی و هم به لیبی وسایل هسته‌ای فروخ، غنی‌سازی و نقشه های ساخت کلاهک هسته‌ای رو فروخ. این رو گزارشات خود آژانس، بعد خود عبدالقادر خان اومد اعتراف کرد. ولی لیبی وقتی در سال 2003 کشتی رو که از مالزی همین جنس های تجهیزات سنتریفیوژ رو برش میفرستادن و سرویس های غربی مطلع بودن، بالاخره کشتی رو در آبهای بین‌المللی گرفتن، بردن ایتالیا و ضبطش کردن. در اون موقع دیگه قذافی در مقابل عملی انجام شد که نمیتونست انکار بکنه و اهل اینم نبود که با دنیا در بیفته، داشت معامله میکرد با دنیا. یه موقعی هم بود که بعد از لاکربی اینها اومد سازش کرد، تمام برنامه هستیش رو جمع کرد، بازستان رو ورد، تمام چیزایی که خریده بود، صدها میلیون دلار به عبدالقادر خان داده بود همه رو جمع کرد، کلی سانتریفیوژ بود، ده نزدیک 10,000 سانتریفیوژ اینا همه رو بار کرد. خیلیش میگن الان نمیدونم فکر کنم در آریزوناست یا کجاست، در یکی از این انبارات تگزاس در کانتینرها هستن اونجاست. به هر صورت سازش کرد، خیلی هم با هم دوست شدن. از سال 2003 تا 2011 یا 12 بود که سقوط کرد، 8 9 سال به خوبی و خوشی با دنیا بود، کلی درآمد داشت، چشکی کمپانی نفتی به تنکارا رو میکردن. اون چیزی که باعث سقوط شد شورش قیام مردم بنغازی بود که قذافی هم به اتفاقا در توهم همه حمایت‌های غربی فکر هر جنایتی بکنه کسی چی نمیگه، با هواپیما و بمب افکن حمله که به بنغازی و دنیا، اونم بهار عربی بود، تمام دنیا داشت نگاه میکرد که بابا بالاخره دموکراسی میخوان مردم عرب، مجبور شدش غرب دخالت بکنه برای حفظ جان مردم بنغازی و اون اشتباه استراتژیک خود قذافی بود نه اینها. بنابراین من اعتقاد ندارم به هیچ وجه دنبال انداختن قذافی بودن. در مورد صدام اتفاقا چیز جالبش اینه که همین عبدالقادر خان، اینم جزء اسناد سازمان انرژی اسلامیه، عبدالقادر خان به خود صدام پیشنهاد میکنه تو مموراندومایی که بوده از صدام یادداشتاش و میگیرن، اینه که صدام اعتماد نمیکنه، میگه این آدم سازمان سیاست بهش محل نذارید، ولی حمله کردن عراقو، میدونستن میچینی به اعتماد من. اون دلایل دیگری داشت، توهمات جورج بوش و غیره. ولی در کلش اینه، جمهوری اسلامی الان به یه جای رسیده، ببینید همین داستان عبدالقادر خان که جلوش رو رها کردن به خاطر مسائلی که منطقه بود، جنگ افغانستان، شوروی حمله کرد، بعد مسئله القاعده و اینا، به پاکستان این فرصت دادن که این بمب رو ساخت، بعد القاعده، بعد همین عبدالقادر خان دست باز پیدا کرد، اومد کره شمالی و جمهوری اسلامی رو تجهیزات داد، حالا لیبی جمع کرد. این داستان گسترش تسلیحات هسته‌ای بسیار مسئله مهمه. الان هستن اینجا، الان اگه اجازه بدن جمهوری اسلامی هم دسترسی پیدا بکنه، به اصطلاح خیلی بل دشوار خواهد شد منطقه، همه دنبال بمب خواندن. بنابراین سازش از نظر اینا من تردید ندارم، اینا اگر واقعا غنی سازی، دعوا سر فقط غنی سازیه، غنی سازی اینا کنار بگذارن، اینا غرب دنبال ساقط کردن اینا نیست، تروریسم هم بذارن کنار، یعنی واقعا اونا که دیدید دیگه، بالاخره دنیا دنبال اینه که بسازه با اینا، کشور اول نفت و گاز دنبال انداختن اینا نیست، دنبال سازش. من فکر نمیکنم سناریویی باشه که مشابه لیبی یا صدام در مورد ایران بخون اجرا کنه. خب ببینید دایی، این حرف زده میشه، بسیاری هم گفتن که جمهوری اسلامی در پی به دست آوردن بمب اتم هست، برای اینکه به دست آوردن بمب اتم تضمین میکنه حکومت روحانیت شیعه، یک بحثی. دوم، در عرصه بین المللی دوستی با غرب به ویژه و به قول ما به ویژه تر این که با آمریکا، اون هم یه نوع تضمین دومیست برای موندگاری حکومت. اما در مقابل گفته میشه اگر داشتن بمب اتم ضامن بقای حکومت بود، شوروی سابق دومین نبرد قدرت دنیا تعداد بسیاری داشت و فرو پاشید. اگر دوستی با غرب به ویژه با آمریکا ضامن ماندگاری حکومت هست، در خود ایران محمد رضا شاه پهلوی بر اساس مساله ملی، اونطور که در خاطرات علم اشاره میشه، دوستی
و رفاقت با غرب داشت، به ویژه با آمریکا و همینطور حکومت های دیگه مثل مبارک، و نموندن هیچ کدوم از اینا. آیا این باطل نمیکنه این تصور رو که داشتن بمب اتم و دوستی با غرب ضامن بقای حکومته؟ اینو باطل نمیکنه این مثال ها؟ عرض کنم که ببینید، خب طبیعتا اونهایی که تخصص جامعه شناسی دارن و تجربیات سقوط حکومت ها رو بررسی کنن بیشتر صاحب ندارم. من با به اعتقاد خودم وقتی مجموعه اینها رو کنار هم بگذاریم حکم واحدی وجود نداره که بگیم مثلا داشتن بمب اتم تضمین بقای حکومت، یا نه برعکس، مثلا وضع اقتصادی اگه خیلی خراب شه باعث سقوط حکومت ها میشه. عوامل مختلفیه، بستگی به مقاطع تاریخی هم داره. جمهوری اسلامی همین حکومتی که سر کار اومده، اگه نارضایتی هایی که در اون زمان وجود داشت اگه الان بود و حکومت شاه بود که باعث سقوط شاه نمیشد که. بالاخره در اون دوران جنگ سرد بود معنا پیدا کرد اون مسائل و حمایت از خمینی. یعنی شرایط منطقه‌ای مطرحه، شرایط بین‌المللی مطرحه، وضعیت مردم مطرحه، خود حکومت. به اعتقاد من حکومت جمهوری اسلامی فقط بمب اتم نیست جناب چالنگی. ببینید یه سوال خیلی جدیه که همه ایرانی ها باید از خودشون بپرسن که بابا بالاخره این جمهوری اسلامی که وقتی که آدم خودشون میاد میگه که ببینید وقتی که اون یارو طائب اومد گفتش که ما حاضریم خوزستان رو دست بدیم ولی سوریه رو دست ندیم، یه حرف بی خودی نیست. برای که در خوزستان الان حتی میبینید شما آب آشامیدنی ندارن، هوا برای تنفس ندارن، ولی در لبنان و سوریه میره کلی خرج میکنه، پول میده. برای من اولویت عملی داره برای جمهوری اسلامی سوریه بر خوزستان. یه حرفی که عارف تو اتوبوس زد زمان انتخابات، یکی پرسید ازش داشتون مثلا مردمی مثل ادای این خارجی ها در برده بود که بری تو مردم، یکی ازش پرسید آقا تو سوریه ما اونجا چی کار داریم میکنیم؟ عارف که تازه مثلا اصلاح طلبه گفت آقا ما اگه سوریه رو دست بدیم نمیتونیم حکومت بکنیم، درست؟ خب من میگم مثلا بمب اتم به کنار، این دیدگاه که چرا برای جمهوری اسلامی دخالت های منطقه‌ای، حضور منطقه‌ای، راه اندازی لشکر حزب الله در سوریه بودن، این باعث بقاش خواهد شد. میگه نمیتونیم حکومت کنیم اگه اون نباشه. این دستگاه سیاست بینش ایناست و بمب اتم یه وسیله است. وسیله است که میتونه هژمونی جمهوری اسلامی در منطقه رو به اعتقاد اینا تضمین بکنه و هر کاری که کسی به کارش کاری نداشته باشه. به این معنی هم نیست فقط که استفاده از بمب بخواد بکنه، نه، هر جا تو اتفاقا میگن سلاح هسته‌ای برای اینها پوشش ایجاد میکنه، حفاظ ایجاد میکنه که از جنگ های غیر هسته‌ای یا غیر حتی غیر کلاسیک مثل حزب الله اینها استفاده بکنه، کسی هم نتونه بهش بگه بالشش ربو. دوم هم که یه روزی اگه مردم ایران شورش کردن دنیا به کمک مردم نیاد بترسه، یعنی از دنیا باج بگیره. یعنی جمهوری اسلامی هدفش اینه با حضور منطقه‌ای، با داشتن سلاح هسته‌ای کاری بکنه که حکومت خودش رو تضمین بکنه، از این نظر که هیچ وقت جامعه بین‌المللی به کمک مردم نیاد، هر جنایتی خواست بتونه انجام بده. این حرف کلیشه. یه حرفی ولایتی زد، این گزینه‌ای که صحبت میکنم برد برد، نمیدونم شنیدید دیگه، بله بله، هم به ساعت جواد ظریف و روحانی میگن برد برد، باخت باخت، برد برد، یه حرف آخون درآوردیه که نه تو وجوهاشو در آورد. سقاب بازام هست، بله، سقاب بله. بازی میگن قاب بازای قدیم هم این اصطلاح رو میگن. بله من نمیدونستم، نخیر بفرم. هست کنم که اینا مفهومش چیه برد برد؟ این حرف دیگه حالا سوای نمیدونم لفافه هایی که انشاء هایی که میگن تش رو علی اکبر ولایتی این تر رو مطرح کرد. من یادم 1385 بود در یه گفتگوی طولانی با ویژنام شرق اینو مطرح کرد، گفت آقا ببینید ما طبق برنامه هم چهارم و پنجم میخوام طی 20 سال آینده بشیم قدرت اول منطقه. خب خدا رو شکر، ولی توضیح داد بلافاصله نه با وسایل مادی، یعنی مثلا رشد اقتصادی، نه، خب اینم دیگه خیالمون راحت شد، یعنی با سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی نمیخواد تو منطقه. پس چجوری؟ با انگیزه های ایدئولوژی. یعنی چی؟ یعنی اینا بزنگ، یعنی با تروریست دیگه، با مش حزب الله و مختدی، چون اینا واقعا میگن ایدئولوژی، دنبال دکتر مهندس و روشنفکر که نمیرن که.
دنبال شیخ حسن نصرالله میرن و یه مش آدم های شیخ وحشی. ابراهیم دیدی منصور. رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در لبنان چه جانوریه؟ بنابراین وقتی که میگن فرهنگ و ایدئولوژی، یعنی حالا ولی حرف تمامش اینه، برد برد و اون بمب اتم گفته اگر دنیا بفهمه که بدون اینکه حق حقوق ما رو، یعنی به ما باج بده، حق حقوق ما رو به رسمیت نشناسه، منطقه صلح و آرامش به خودش نخواهد دید، هیچ راه حلی نخواهد بود. ولی اگه اینو درک بکنه که بتونه حق حقوق ما رو به رسمیت بشناسه، به ما نخواد تعرض بکنه، اون موقع میشه برد برد. یعنی خلاصش در یک کلام، ما در منطقه کلی اهرم داریم، میتونیم همه رو اذیت بکنیم، همه باید ما مثل لات محله بترسن. بنابراین ما هر موقع تو ایران هم جنایت کردیم، هر جا کاری کردیم، کسی بترس، همه بترسن. ما اگر اما ترسیدن، حقوق ما رو به رسمیت شناختن، کاری به ما نداشتن، میشه برد برد، ما با هم رفیق میشیم و با هم کنار میام. این برد برد نظر اخوند. بنابراین بمب اتم هم تو همین دستگاه تفکره، حفظ هژمونی منطقه ای، داشتن اهرم های باجخواهی از جامعه بین المللی که کسی جرئت نکنه به جمهوری اسلامی تعرض بکنه و بعد این قدرت منطقه ای رو در داخل کشور خرج بکنه، برای مردم قدرت نمایی بکنه، مردم جرئت هیچ تحرکی نداشته باشن، هر شهر هم خواست سرکوب بکنه، که میبینیم که الان با آمدن حسن روحانی ترمز بریده و 2300 نفر رو دار زدن تو همین دو سه ماه اخیر. به این آمار حتما خواهیم رسید. هژمونی استفاده شد، گفته شد آقای دایی، برخی از بینندگان ما احتمالا ندونن، قدرت تمرکز یافته، رهبری و تسلط خواهی و و در همین زمین هاست. با بار منفی که در واقع مشروع نیست این قدرت یا این تسلط خواهی یا این سلطه جویی، در واقع این مشروعیت نداره. من به سقاب اشاره کردم، این بازی قدیمی قاب بازا بود که قمار میکردن، فیلمی ساخته شده با همین اسم، سقاب، ساخته آقای زکریا هاشمی، بازیگر، فیلمساز، نویسنده، و فیلم قابل توجهی هست. در همون موقع منتقدین دربارش مثبت نوشتن، تایید کرده بودن از نظر سینمایی فیلم ارزشمندی است. زکریا هاشمی عزیز که در پاریس زندگی میکنه، این فیلمو به طریقی اگه دسترسی دارید ببینید، بعد نیست توصیه میکنم به دوستداران سینما. با آقای حسن دایی گفتگو میکنیم، تا لحظات دیگه با شما عزیزان خواهیم بود در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. تا لحظات دیگه. خب به آقای دایی عزیز، صحبت اعدام ها رو مطرح کردید. ببینید، پیش از اینکه کارنامه دولت آقای روحانی رو بررسی کنیم به طور اجمالی، سردار نقدی، فرمانده بسیج، سازمان بسیج مستضعفین، که اگه اول مستضعفین بودن، الان من نمیدونم دیگه همچنان هستن یا نه، بعد از 30 سال همچنان مستضعف وجود داره در جمهوری اسلام، ایشون گفته در سالهای گذشته مردم از میوه‌های شیرین بسیج استفاده کردن. از آقای نقدی میشد پرسید چند فقره از میوه‌های شیرین بسیج را نام ببرید. دنبال این سوال گشتم، زیاد پیدا نکردم جوابی. واقعا چطور، آیا واقعا میوه‌های شیرینی داشته برای مردم این سازمان بسیج، این سازمان عریض و طویلی که بخشی از همون درآمدهای گاز و نفت رو رهبراش و فرمانده‌هاش می‌برن؟ بله، واقعش اینه که جناب چالنگی، در این دستگاه به اصطلاح در واژگان مورد استفاده این حضرات، هر جا میگن مردم، شما بلافاصله بدارید خود حکومت و اون باندهای وابسته به اون، تمام مشکل حل میشه. یعنی وقتی حتی جواد ظریف میگه من نماینده مردمم، یه نماینده همه مافیاهای حکومتی و بسیجیای خود حکومتی و سیستم سرکوبشن، مردم باید بذاریم کنار. در اصطلاح حکومت مردم، یعنی اصلا چیز دیگری مطرح نیست.
اینم که میگه فواید بسیج رو واقعا استفاده بودن، راست میگه، چون اگه بسیج نبود حکومت سقوط کرده بود دیگه بارها و بارها، بنابراین فوایدش رو استفاده کردن. مردم چرا چوب چماقش رو خوردن، شکنجه شدن، کشته شدن، ولی واقعا مردم رو هر جا در صحبت های اینها بگذاریم جاش بذاریم حکومت و باندهای مافیایی و به اصطلاح پلیسی این حکومت دیگه اصلا تحلیل احتیاج به تحلیل همون میشه. راست میگه، بسیج اگه نبود و سپاه اگه نبود در این 30 چند سال سیستم های سرکوب، حکومت 100 بار سقوط کرده بود. یعنی و دلیل اصلی پایداری این حکومت همینه، همین کشت کشتار هست. آقای دایی ببینید، قرار دولت روحانی کارنامه 100 روزش رو به طور رسمی و در یه بررسی نهایی بالاخره ارائه بده، اما اون چیزی که در همین مدت معلوم شده طبق آمار جانی شما هم اشاره کردید، اعدام هاست، افزایش تعداد اعدام ها هست. سوال اعدام هم نیست جناب چالنگی. ببینید اعدام یه بخشی از بخش به صلاح شاخص سرکوبه، ولی در مورد حق و حقوق، اولا حقوق زنان، دیدید که یه قانون گذاروندن ازدواج با فرزند خوانده، این دیگه اصلا من نمیدونم این به کجا داریم برمیگردیم، به قبایل زولو در آفریقا هم به فکر نمیکنم این کارا رو بکنن. و بعد میبینید در دانشگاه و اینا هیچ کاری نکردن. دروغ ممکنه بگه، حالا ممکنه فردا پس فردا گزارش 100 روزه رو بگه کلی توش نوشته باشه، انشا بنویسه، اینا انشاست. آقای علی اصغر قروی یه مقاله نوشته که من هرچی گشتم، خدا منم بالاخره شما بیشتر از من شما کمتر، ولی آشنای من با این نوشته های مذهبی نظر خیلی دقیق فقهی نه، ولی کلی یه مطلبی مطرح کرده بود قروی در روزنامه بهار که وابسته مثلا به دولت روحانی، حامی دولت روحانی. روزنامه رو که بستن آقای قروی رو گرفتن انداختن زندان برای یه مقاله. خب دیگه اینا ببینید در حقوق اقلیت ها سرکوبایی که دارن میکنن، تمام اینها در این که نقض حقوق بشر در این 3 ماه بدتر شده که در این تردید نید. دو دلیل عمده داره، یکیش که خب حکومت تجربه زمان خاتمی رو داره، وقتی خاتمی شد رئیس جمهور حکومت ترسید، دید تجربه که اون موقع که مردم دیدن که یه تحولی شده، مثلا اسم یه ده اصلاح طلب صحبت از فضای باز سیاسی اینو میکنن، 18 تیر از توش در اومد، مردم توقعاتشون بالا بود، مردم از کوچیزین شکافی استفاده میکنن نارضایتی خودشون رو ابراز کنن، درخواستاشون رو مطرح کنن. برای من جمهوری اسلامی با چالش های جدی روبرو شد وقتی خاتمی اومد. این بار برای اینکه جمهوری اسلامی پیام دقیق به مردم بده که آقا فکر نکنید حسن روحانی اومده تحول شده، ما حسن روحانی اومدیم برای فریب شما و فریب جامعه بین المللی و خرید وقت، برای اینکه یه وقت مردم تصور نکنن فضا باز شده باعث فوران اعتراضات مردمی نشه، این اعدام ها رو افزایش داده. دلیل اصلی این سرکوب به اعتقاد من یکیش اینه. دوم، وقتی که شما روحانی یا ظریف رو میاری توییتر و فیسبوک و لبخند و یوتیوب و نمیدونم فلان، دنیا هم دنبال اینه با اینا سازش بکنه، میبینیم که 300 و خورده مثلا دم چقدر اعدام کرده، یه اعتراض نمیکنن به این حکومت. چرا؟ چون قراره با حاج آقا معامله انجام بدن. بعد رفتن یه بمب گذاشتن جلوی سفارت جمهوری اسلامی تو بیروت، چند نفر کشته شدن از همین تروریست های حکومتی، یه ده تروریست حمله کردن به یه تروریست دیگه، این کشته شدن، اصلا نمیدونه چیکار بکنه غرب. آقای جان کری با عجله محکوم کرده، آقای کامرون تلفنی با حسن روحانی ابراز نگرانی های خودش گفته، شنیدم امروز صبح که سفیر انگلیس رفته خون داده حتی برای مجروحین سفارت جمهوری اسلامی. ببینید چه بساطیه، یعنی گروه خونشون ممکنه یکی باشه، یکی بله شاید فقط هم اونا میخوره، ولی منظور من اینه که ببینید چه شرم‌آوری. خب در یه همچین فضای دست جمهوری اسلامی بازه دیگه. بنابراین این سرکوب مردم، افزایش نقض حقوق بشر و اعدام ها، یکیش همینه، پیام به مردم که آقا هیچی عوض نشده، حول براتون بر نداره، اعتراضاتتون رو فکر نکنید میتونید اضافه کنید چون روحانی اومده، هیچ خبرانی، هیچی تغییر نکرده. یک، دو، چون فضای بین المللی به طرف سازش و مماشاته، با خیال راحت انجام میدن. حالا اگه زمان احمد نژاد بود، این جالب تر از همه اینه که اینایی که ادعای اپوزیسیون میکنن تو خارج کشور که وابسته به حکومت هست، مثل که دیگه اومده تموم شد، حسن روحانی اومده حکومت پاک و پاکیزه شد،
اصلا صحبت حقوق بشر هم دیگه نمی کنن. اینش دیگه واقعا آقای بله آقای در همین دولت اولا وقتی صحبت این میشه که جمهوری اسلامی این کارا رو کرد که حسن روحانی اومده یه چیزی عوض نشده، عملا ممکنه این سوء تفاهم پیش بیاد حسن روحانی جداست از جمهوری اسلامی، یعنی عملا خدای روحانی هم بخشی از جمهوری اسلامی است نیست؟ بخش که جناب چلنگی اصلا در جنایات بوده، این آقایی که مسئولین شورای عالی امنیت ملی این حکومت بوده، سخنگوش بوده، در تمام سیستم های امنیتی بوده، در جنایت دست داشته. یعنی همه اینها رو میشه گفتش که خب به هر حال ایشون مسئول قوه اجرایی، ستون، یک از ستون عمده جمهوری اسلامی میشه، همراه و مورد تایید آقای روحانی باشه دیگه نیست؟ عرض کنم که ببینید در دستگاه حکومتی که اگه نبود که اصلا اجازه نمیدادن کاندید بشه، که بله که کاملا تو این سیستم بوده و جز جنایت. ولی در خارج خیلی جالبه که ما وقتی ایراد میگیم آقا این آقای رئیس جمهور عزیز جناب علی که اومده که نقض حقوق بشر که بیشتر شده، میگم نه آقای روحانی کاری نیستش که، در سرکوب که ایشون مسئول نیستش که، خب کیان ما نمیدونیم. بعد برمیگردیم به حضور جمهوری اسلامی در سوریه، میگن ربطی به آقای روحانی نداره که، دست ایشون نیستش. برنامه هسته‌ای دسته که ظریف رفته صحبت‌های فرمایشات رهبر سپاه پاسداران اونجا کنه، نه برنامه هستی دست آقای ظریف که نیست که، دست سپاه بودن. آخرش پس سوال میکنه پس این آقای رئیس جمهور چی کاره است که اومده هستن؟ چون سیاست خارجی دو تا مسئله اصلی داره دیگه، یکی دخالت های جمهوری اسلامی در منطقه تروریست که خوب اون سپاه قوس انجام میده، برنامه هستی هم دست سپاهه، پس سیاست خارجی که دست دولت نیست. سرکوب هم از اوین و اعدام و همه اینا دست قوه قضاییه و سیستم بسیج سپاه، ایشون هیچ کاره. یعنی این دوتا اصل کاری که اصل سیاست های مملکته، بعد هم میشه مافیاها 95 میلیارد در اختیار ولی فقیه، بعد خود سپاه پاسداران میگن 70% اقتصاد مملکت دستشه. پس اقتصاد و سیاست خارجی و سیاست سرکوب و اینا دست این حکومت نیست، دست این دولت نیست، دست کیه؟ پس اصلا برای چی به مردم گفتید بیاد رأی بدید که اوضاع عوض بشه؟ من یادم موقعی که این خاتمی 4 سال اول اومد هیچ کاری نکرد، نه شما یادتون هست، من موقعی که دوباره داشت کاندید میشد گریه میکرد، دفعه اول میخندید، بله موقعی کاندید شد شیخ خندان، من دقیقا یادم موقعی که ثبت نام که خند گریه میکرد که من شرمندم برای مردم، کاری نکردیم، امیدواریم فرصت بشه. باشه 4 سال دیگه به ایشون نظام فرصت داد. بعدش میدید چی گفتن؟ اون جمله معروف تدارکات چی رو آخرش گفت بعد 8 سال. من یادمه که ابتهی سخنگوی حضرت آقا فرمودن که آقا در جمهوری اسلامی 85% قدرت دست غیر از رئیس جمهور و دولته، یعنی جمهور، رئیس جمهور و دولت فقط 15% قدرت دستشه و تدارکات چی بیشتر نیست. کسانی که در آینده میخوان کاندید بشن به مردم بی خود وعده وعید ندن، قدرت دست رئیس جمهوری، این حرفشون بود بعد 8 سال. حالا دوباره مردم رو سیاه کردن، رنگ کردن که آقا خود آقای خاتمی از جمله حامیان آقای روحانی بود، اگر وقتی چون این چیزی رو میدونست چرا توصیه کرده روحانی بشه؟ کی عوض میخوام آقای خاتمی حامی حسن روحانی بود در انتخابات. اگر خب حفظ نظام جناب چالنگی، مثل این مذاکرات هستی شکست بخوره برای نظام خیلی بده. اینا همی که مردم ببینید حرفی که روحانی زد بعد از انتخابات نشون داد چرا خاتمی گفت بیان در انتخابات شرکت کنید، چرا خودش باید کاندید شد. گفت این انتخابات آب زلالی بود که گرد و غباری که روی جمهوری اسلامی نشسته بود و پاک کرده بود و تمام سوالات در مورد مشروعیت نظام را بین برد. همینو میخواستن که بیان تو خارج کشور. وزیر خارجه کانادا اومده میگه آقا انتخابات در این جمهوری اسلامی جعلی و دروغی، روحانی نماینده مردم نی. دیدید چه بساطی راه انداختن اون دوماد مصطفی تاجزاده. مصطفی تاجزاده دیدم امروز صبح خانمش اومده مصاحبه کرده که ایشون در سلولن و هیچ امکانات، منم ایشون چجوری در سلول و هیچ امکانات نداره، عمومی هم نمیبرنش، دم به ساعت بیانیه میده. ستادشون راه انداخته بود، دومادش در کانادا علی طباطبایی یک کمپین و کارزاری رو انداخت الهی وزارت وزیر خارجه کانادا که شما به چه حقی گفتی روحانی هیچ کار است
نماینده مردم نیست. تو مار جمع کردن، رسانه رادیو فردا بی بی سی ریختن وسط که آه ببینید تمام امضایی که جمع کردن، من یادمه که این کارزاری که اینا در کانادا را انداختن 375 نفر امضا کردن، 375 رادیو فردا و بی بی سی همه که مردم ایران، میخوام بگم ببینید چه بساطی در خارج را انداختن که این انتخابات قلابی رو و مشروعیت نظام رو جا بندازن. هدف این بود، هدف رنگ کردن مردم و رنگ کردن مردم جهان بود. این آقا رو گفتیم داماد آقای تاج زاده بسرات. آقایی بود هستش در کانادا داماد مصطفی تاج زاده به نام علی طباطبایی، ایشون یه کارزار یه کمپینی را انداخت که آقا نامه بنویسیم به وزیر خارجه کانادا، حرفش رو پس میگیره. توقیع کردی به مردم ایران، گفتی حسن روحانی هیچ کار است، انتخابات هم غیر مشروع در ایران، به همه برخورد. من خودم تو این تلویزیون صدای آمریکا وقتی اومدم در مورد روحانی یه حرفایی زدم، بساطی را انداختن، بایکوت شدم من اصلا، که چرا ایشون به حسن روحانی، به مردم ایران توهین کردی، مردم رفتن رای دادن. کدوم مردم ایران رفتن رای دادن؟ یه چیزی بود، من یه عکسی انداختم از آقای امیر احمدی، ایشون کاندید شده بود یادتونه که، بله. یه کاندید شده توی هتلی، تو حیات هتل عکس انداخته بود، یه هتل موتلی جایی، عکس انتخاباتی. من اونو چاپ کردم و زیرش نوشتم که به نظر من اگه اجازه بده شورای نگهبان که اینم بشه کاندید، واقعا این احتمالا بیشتر رأی میاره از اون هشتای دیگه، نقطه دیگه. یه نفر از زیر فیسبوک من نشون، آقا تو اشتباه فکر میکنی، گفت تو عکس دقیق نگاه کن، پشت سر آقای امیر احمدی یه جاروه تو حیاط، از این تیای که میکشن، اگه جارو کاندید میشد در مقابل اونا، جارو بیشتر رأی می آورد. مردم به جارو حاضر بودن رأی بدن که مخالفت خودشون با حکومت اعلام کنن. یعنی اگر آزاد باشه. با سپاس بسیار از آقای حسن دایی عزیز، با سپاس و امیدواریم در برنامه‌های آینده نیز با ما و بینندگان تفسیر خبر باشه. خیلی ممنونم آقای چلنگی عزیز، خیلی خوشحالم بازم در خدمتتون بودم، واقعا براتون آرزوی موفقیت میکنم. با سپاس دوباره و با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان، اورامانات، کوهساران دراک، آسماری و الوند کوه و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.